خانم ها و آقایون خیلی خوش آمدید. از اینکه دعوت صادقانه بچه های ما رو پذیرفتید متشکرم. جشن امروزمون به جهت قدردانی از همکار عزیزیه که سالها دوش به دوش ما خدمات ارزندهی در امور خیریه داشته. این همکار صمیمی با وجودی که تمام وقتش صرف پرورش نونهالان بوده، با این حال توانسته دختر شایستهی پرورش بده که با صدای دلپذیرش به جشن های ما رونق داده. هنگامه کاری صورت بده. سفت و سخت چسبیدی به اون بد مصب که چی؟ پاشو چمدونا رو جمع کن. الان تموم میشه مامان، به هما بگو. بله دیگه، تمام این خرحمالی های خونه مال منه. تو دیگه زیادی ور نزن آب زیر سر. پانو بار خدا چه زبونی هم داره. از بدشانسی یه پدر سوخته هم پیدا نمیشه دستشو بگیره ببره خیال من رو بدبخت راحت کنه. حالا بیخی گیستتون چسبیده. نه اینکه خواستگارای تو پشت دست زد کشیدم. بس کنین، چه خبرتونه؟ مگه خار شدی؟ خواهش میکنم یکیتون برید این در رو وا کنید. اگه گذاشین که دکه حال کنم چپ و راستای آرد میدم. خافه خون بگی سر من داد میزنی. هره خب رفتم. نو خاک بریم. کجایی؟ دو ساعت دارم در میزنم. داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم خانده باشم. اون خانده خوشگله داریم. زود بیا. ای وای تموم شده. نمیفهمم تو رو سیه. ننه اومدی؟ سلام علیکم آشانو. تو این جیره دیار رو اسبوب کشی چسبیدی به تلویزیون. سلام خانده دار. وعلیکم. قربون قد و بالای رشیدت برم. بگو ببینم عبدل شیر یا روبا. چطور مگه؟ ابا مگه قرار نیست به درجه بدن؟ من که چیزی رو آسیبت نمیدیم. لابد مونده ساله دیگه. خب شما حد نزنید. بیگه این لباسا رو. جمع کنین زود باشین. حالا سیاحت کن ننه.
درجه رو بایی یاری برو مادر کردی همینجوری درجه میدن بالاخره یک هفته گرفتیم حالا ما شده دو کردیم من به همه همسایی ها گفته بودم که تو درجه میگیری آخه تو چونه نمیخوایی دست از این کارات برداری به مردم که با توقع داری لالمونی بگیرم اصلا میدونی چیه من هر کاری دلم بخواد میکنم مگه عیب و آره نه حاج خانم نه نوکرتم حالا که قراره بریم بالای شهر خوش دارم تو محل جدید دست از این کلونتر بازی برداری سر به سر کاسمای محل نذاری آخه ما آبرو داریم مردم یه ممدلی خان میگن ده تو ممدلی خان از درشون میریزه بیرون خانده داشت تو محل جدید میتونم تابلو بزنم و خیاطی بکنم تابلو بزنی؟ آره. با کدوم جواز؟ خب کی میفهمه من جواز دارم یا ندارم؟ من خودم استوار یکم ممدلی خان وانگهی ما احتیاجی به این حرفا نداریم یه حقوقی میگیریم دو تا واند داریم به لطف حق دخل و خرجمون جوره تماشا کن تا رو خدا مردم هیچ کارن و هزار جور کار واسه فک فامیلشون درست میکنن اون وقت داداشو ما استاد داش خونه جدید که میخوایم بریم از دانشگاه خیلی دوره دی 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 عطاقاری بیمزه قیافه رو نگاه عین دلکای ژاپنی نصف را خودم میبرمت بعدم دو کورس اتوبوس سوار میشی چه نزدیک بگی اینو بدوز ببینم بدوزم کجا بدوزم رو آستینم ببینم راستسی خیاطی یا دیپلم تو هم مثل بعضی دیپلمای قلابیه برو برو خیلی جنگی به چسبون میخوام ببینم چه شکلی میشه اول اندازه بزنم شرطی که تابلوی خیاطی منو بگیر خیلی خوب بوری مگه من کورم شما که چش دارید جه بابدلی خان یاد دروایه چی میگی این وقت رو؟ سلام علیکم خانم. سلام. حسین کجاست؟ والا ماشین برده داره سرویس. خب حالا بگو ببینم چیکار داری؟ دخلشو داد بعد بدم به شما. بفرمایید قربان. امروز یه خلافی هم داشتی. با خلافی دیگه واسه چی؟ والا مسافر سوار کردم. تو غلط کردی مسافر سوار کردی. صد دفعه بهت گفتم مسافر سوار نکن. اگه سوار نکنم که دخلم جور نمیشه جهنم جور رشه من دخل غیر قانونی نمیخوام خلافیتم ببر بده استوار ربانی بگو مال فلونی چشم داداش نمیدونی تو این شیش ماه که نبودی چقدر دلم واسه تنگ شده بود خنده داشته فقط دانشگاه تمومه بکن دکتر بشو کاری به پول در آورده نه منم نه داشته من که راضی نیست سلام آقا رزا جان حال چطوره تو چطوری سلام که نبایی دکتر آینده بگیم تو این شیش ماه ما اینجا این تو کجایی گه ما اینجا اینجا اونجا داهیتان آبادان رفته بودم جنس بیارم خب پس الحمدلله کاروبار شکسته جان بده که نیست مخصوصا آب خونه کیم خورد اینجا شما خالی هرچند دوستان به جای شما بودن ای بابا به نظرم هوا خیلی گرم بوده هوا بد بله منظورم اینه که کاربر بد نیست لقمه نون و پنیر توش گیر میاد میدونی رفی کسب و کار ما یه کار بیشتر است دوام رضا جان فقط آرزو میکنم خدا با کسب و کار به تو برکت بده دیگه قربونت برم پسرم باز تو که ما رو خجالت دادی اختیار داریم ننه دشمنت بری خجالت بکشی هر کی ندونه خیال میکنه پول مفت گیر میاری دیگه نمیدونه شیش ماه میره ولایت غربت وقت اینطوری ولخرجی میکنی حالا بیا بشین خستگی تو قابلی شما رو نداره میخواستم با کامون بیارم به اشکال برخورد خودم آوردم و خسته شدم و تمام دندام قاطی پاتی شده نگاه کلی بله بردم به مالا بکنم داداش من شماره که گفتی تلفن کردم اما کسی گوشی رو برنامه قربونت دستت نکن باز با خودش زیاد کار ندارم معامله مربوط به اموالش امشب باید انجامش بدم ابا میخوای بری رضا جون آخه من واسه خورش قرمه سبزی ای بابا بذارش رو اجاق ساعت سه میام حالا باید برم مقدمات کار رو به راه بکنم با اجازی یعنی میخوای تا ساعت سه کار کنی؟ یه وقت ممکنه اشکالی پیدا بشی تا ساعت پنج طول بکشی خوبیش اینه که تو محل خودمون انجام میشه خدافیز سلام داشت درش بیار میمونه بدترکیب چی گفت این لباس رو تنت کنی؟ چه بد اخلاقه درش بیار بس که تو افر اوره بگی بخواب برو اوره بخواب صبح اصمو کشی داریم اوره چه به این غلط ها تو رو سیایی باد کرده چی هستی گرفته مثل که بالشت چه خبره هر خبری یکی خیلی خبره باز امشب برم ببینم کجا میخوام برم چی کار باید بکنم با کی طرفم روز چه خبره شب چه خبره آخه ما در ساعت یکی بعد از نصف شب که دیدن نداره اینو میگن از دیوار راست بالا رفتن
البته چیز خوبی نیست. باش مادر جون، تو خودت میدونی کار من شبا دیر تموم میشه. آخ ای شب میشینی ننم میخوری شبایی که تا دیر وقت میشینه ها. چیزی یادم نرفته ای؟ خانه خیلی خرما مامانم بیدار میشه. تو بیدار میشه چه ای میداره؟ کاش مهربایی حالا میگیرم ات تا ماچت نکنم بیرکنم نمیخوام مگه زوره. آره که زوره، حالا میبینی شرطه خوی ناراحت نیستی؟ قالیچه‌مونو بردن. بله؟ قالیچه؟ سرکار رو دفته قالیچه ما رو برده. باشته بیرا ایست اگه قول بهت چالا بریم میگیرم بهت. آره مش شکمت راه فرار نداری. ریزا مردی بی آستین، مردی با 6 میلیون عیب، سری ولی کنه بله فقیر ولی جدا از اون مردی ساختند که به درد هیچ کاری نمیخوری. خودم استطاره بکنم خدایی.
رضا تو این سلام قربان تو برم، تو کجا هستی اصلا؟ یه معامله رو پخته کردم، قراره تمومش بکنم، میترسم طرف جا بزنه. فعلا خدافظ تا بعد. وایسا کاری دارم، وایسا تاکسی میگیرم برات، تاکسی. آقا تاکسی نگه داشت، سر خیابون بیچاره قبول کرد. تو من چه تاکسی مجانی؟ برو هر جا میگه تو خدا سکر بی هوانه یا جلوی بختیتی زده من. من دست باشم، من خوب آقا قربان تو برم. سلام عرض کردم قربان. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ قربان خوبی؟ بینم شما کیشی که این محلی؟ بله قربان بندم. چند ساعت اینجایی؟ یه دو ساعتی هست، قرابول بعدی الان میرسه. یه آدم مشکوک که لباس مشکی تنش باشه این وران ندید؟ بله در بخش من آدم مشکوکی وجود نداره، فقط آقا رضا یه رادیو سازه که الان بارانی تنش بوده. نه اون بارونی تنش نبود. خلاصه خیلی مراقب باشین. بله ببینم سرکار ممدلی خان دوز بگیره معروف که هیچ وقت اصله نمیبنده شما اینجا. آره قربان تو برم. خیلی متشکرم. ببینم از فردا دی تو بخش ما تشریف دارید. سلام قربان. آه سلام محمد علی خان، حالت خوبه؟ به لطف شما. خانم والده چطورن؟ به لطف شما قربان، همه خوبن. به تبریک میگم محمد علی خان، درجه هم که گرفتی خوبه، آفرین. از انتخابت به این کلانتری خیلی خوشحالم. متشکرم قربان. ما به وجودت احتیاج داشتیم، مخصوصا امروز. بندم خیلی خوشحالم که با زیر سایتون خدمت میکنم. مگه اتفاقی افتاده؟ آره چند سالیه که تو این کلانتری هستم، ولی دیگه اینجوریشو ندیده بودم. چه جوری جناب ترنگ؟ دیشب 6 فقره دزدی داشتیم که بی سابقه بوده، هر کدومش هم به یک نفی، مدرکی هم ازشون نداریم. فکرشو نمیخواد بکنین جناب سرهنگ، به پاگونتون قسم دستبند میزنم میارمشون خدمتتون. این پروندهشه، با افسر نگهبان بررسی کنید شاید چیزی دستگیرتون بشه. اطاعت بشه قربان، امری نیست؟ متشکرم. با اجازه. جناب سرهنگ، باور کنید ما اصلا نفهمیدیم دوز از کجا اومد و چطوری رفت. بفرمایید. ادامه بدید. والا یه دفعه یه صدایی اومد، وقتی بلند شدم دیدم قالیچه نازنینم رو برده. جناب سرمان قالیچه خیلی قیمتی بود، از پدر بزرگم ارث برده بودم. نفهمیدم چطوری قالیچه رو برد. شما روی قالیچه خوابیده بودید؟ خیر قربان، رو تخت خوابیده بودیم. از شما چی بردن؟ یه خورده جواهر و یه مقدار پول نفت. جناب سرمان خونه ما رو هم زدن. چی بردن؟ همه چی، اسباب توالت، پیرهن زری مخصوص شب، زیرپوش، جوراب، چکمه، خلاصه همه چیزای زنونه رو بردن. خیلی زنونه، نمیدونم اینا به چه دردشون میخوره. خدا ذلیلش کنه، هر کی از خیلی فرزه، عین باد میدوه. عین مرد 6 میلیون دلاری بود. خب خانم آقایون شما بفرمایید، ما پرونده رو تکمیل میکنیم میفرستیم به مراجع قضایی. بفرمایید میتونم برم. خدافظ. بفرمایید. ببخشید سرکار، یعنی ممکنه دزده پیدا بشه؟ بله پیداش میکنیم. متشکرم. از این ریش و پشم سفیدت خجالت بکش. بفرمه اینم کلانتری چرا خواهد میبینی اتابتو میرسم؟ با منی؟ بله با تو هم خانم که اینجا کلانتری اخیز چه خواهد بارگام؟ خجالت بکنم دیگه. نمیفهمم چی چی رو من باید اجازه بدم تو بری پیش رئیس آخه. حرف ندن چه شده در میرم. خانم جم وایسه سلام عرض کردم قربان. قربان این خانم زده با کفشلنگه دوتا دندان این مردگر شکسته، حالا این مردگر آمده کرای دندان آمده چی میخواد قربان؟ ای برش اونجا مرکه شالا خانم، نزد سر صدا کنه. بیین چی ببینم. یه دقیقه اجازه بدین، مگه من سفارش نکردم تو این محل قشقرق راه نندازی؟ آخرش دست گل به آب داده. یا خیلی چه وضعیه؟ چیکار کنم خیر نایده؟ میخواست پیاز کیلو 2 تومن 5 تومن بفروشه. مگه تو بازرس خونه اصنافی؟ سرکار خدایی بود من رسیدم، وگرنه این خانم کلک مردگر کنده بود. دندونام ترک خورده دیگه، نمیتونم آی پیاژی رو خوب تلفظ کنم. خب با درک اسفل و سفلی قده ننه من غریبان در نیه. باید همچی میزد پیاز فروختن یادت بره. خیلی خب بسته دیگه، من که اینجام تو خونه هم. خیلی خب ببخشید قربان، مگه شما این خانومه رو میشناختیم؟ بنداز بنداز، یه نسبت دوری داریم. جهنه من؟ آره مادر و پسریم، اون سرتقم آبشیمه. این پسرمه، حالا اگه جرعت داره زبان برزی کن پسرمه. خدا گردن منه بشکنت الهی قربان، پس ما خانم والده ای شما رو جلب کردم آوردم کلانتری قربان. باروای خاک پدر مادر من نشناختم. تو به وظیفت عمل کردی، منم بودم همین کارو میکردم. به پارتی ما رو باش دست خوش بابا. پارتی بی پارتی،
هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. مگه هر کی پارتی داشته باشه میتونه هر غلطی بکنه؟ اصلا که اینطوره ما شکایتی نداریم سرکار. قانونه. حتی اگه طرف مادرم باشه میتونی شکایت کنی. من علی این حرفا نیستم. قربان اجازه بده من خودم پدربیانی بکنم حضورم فیصله بده. آقا جان گفتم من شکایتی ندارم از کار زندگی افتادم. تو شکایت نداری من از دستت شاکم بلت نمیشدم. آخ خانم کوتا بیا. اون ول کرده تو ول نمیکنی. بابا جون پول دندون آریا شده. قابلی نداره سرکار. نه جونم بگی خدا به شما برکت بده سرکار. نگهبان اینا میتونه. نه 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 من تنها نمیرم. اگه برم باز اون میزنه بقیه دندونام هم خورد میکنه. خیلی خوب سرکار خودت برسونش. برو ببینم. میکنم قربان. رابیو بریم ببینم با اون بوگنده پیازت برو ببینم. چه پوریه ماما؟ پیاز فروشه دیگه. بیام بری خونه. بیا اینجا که. قربان اجازه بفرما والدی و همشیره رو بده. نه خیلی لازم نیست. شما بفرمایید سرکار. بیاین برین. آخ داداشم. چه بیام برین دیگه. بریم بیرون مگه اینجا خونه خاله است بریم بیرون ای با این چرا همچی میکنی سرکار بله آقا بیا اینجا ببینم بابا من رو بابا خودمو میریم چه افادار بابا خدا بشت من بشت بیرون دیشب کجا بودی آقا رضا؟ هنوز نیومده هوایی شدی؟ شیش ماه یه عللی بس نبود آخر عمرم کمه ولی قول میدم که کاری تو لنگی نکنم منتها بعضی شبها خیلی خب بعضی شبا برو ولی مواظب باش بیگدار به آب نزنی آقا رضا اختیاری دارین ما اول دیدی میزنیم دوم میریم سراغش بعدش هم بله من میمیرم واسه بعدش آره. اگه طرف همچین چاق و چله باشه که دیگه نگو نپرس اگه یه قدی هم بده که دیگه با فیلا خانم ممکنه اجازه بده نهار در خدمتون باشه من قرار سینمایی کافتریایی ما بعد خرج نمیکنیم اگه راتون دوره ماشین ما اون بغله پولم داری میتونیم برسونیم تونم خجالت بکشید بریم گم شیم مگه خواهر مادر نداری خواهر مادر داری ولی جیگر نداری یا چی سرتون بخوره بگه مادر آ کیست رضا شما بفرمایید خانم وایشین ببینم سلام علیکم اینجا با این خانم چی کار داشتی؟ کاری نشیم آدرس دندوسازی میخواه هستشون بهش میدادیم راستی که سرکار جون شما ها مگه کار و زندگی ندارین؟ چرا دنبال ناموس و مردم میفتین؟ ما که کاری نکردیم سرکار جون دیگه میخواستی چی کار بکنین؟ آخه چرا جوانیتون اینجوری تلف میکنین؟ برین دنبال درس و معرفت که پس فردا از خودتون دکتری مهندسی چیزی بشین خلاصه کلوم دیگه نبینم تو این خط کار کنین آه چه سرکار این دفعه چشامو هم میذارم ناکردیم برین دنبال کارتون برون یالا خدا حافظ شما سرکار با بنده بودی؟ طفلک های معصوم حق داشتن دنبالش بیفتن هم بفرمایی خیلی ممنونم از شما سرکار اگه نبودین حتما دعوا رو افتاده بود جرأت نداشتن بهتون چپ نگاه کنم خیلی ممنونم خدا حفظتون کنه اگه شما نبودین ای وای ای وای که نه میدونی خانم وظیفه‌مونه پس ما واسه چی اینجا وایسادیم اگه ما نباشیم که اینا شما رو درست قورت میدن خیلی خب بفرمایید بخیر گذاشت سرکار انگار شما تازه اومدین تو این محل مگه نه؟ بله یکی دو سه روزی میشه آره خونمونو تازه آوردیم تو این محل همین نزدیکی هاست پس همسایه ایم چطور من تالا شما رو ندیده بودم ما شما رو ندیده بودیم خب این بودم البته غیر از اون دفعه که تو کلانتری دیدم اتون خونه مام تو همین کوچه هست سرکار راستی هنوز اون دوز دستگیر نکردی؟ هنوز که نه اما خاطر جمع باشین از دست من نمیتونه در بره خودم میگیرم خدا کنه بله تو این ناحیه با من طرفه خب با اجازت من میرم به سلامت خدا خدا شما خیلی پیش دبید سلام. برای اون خانم اتفاقی افتاده بود قربان نه چند تا این جوان ها مزاحم شده بودن متفرقشون کردم اجازه بده برام پدر سوخته رو دستگیر بکنم قربان نه جانم لازم نکرده اتفاقا چقدر این دختر نجیب و پاک دامنه حق خدا میدن چطور مگه تو اونو میشناسی بله قربان کاملا با مادر بیچارش توی یه خانه زندگی میکنه خیلی هم دختر خوبیه به خدا اون آورم داره نه قربان ننورگی ندارد ولی اگه یه ننوره که بالا سرش باشه بدش نمیاد بله قربان میخواستم برم بگم یکی بیا تلویزیونمون رو تعمیر کنه انگار یه خورده آدماش کج کج را میرن نه نه برق بزن مانتین آی مهندس فرمایشی داشتی کجایی؟ به سلام قربان سلام علیکم
این تلویزیون ما یه خورده اشکال داره. آدماش کج کج را میرن. یکی رو بفرستین تعمیرش کنه. باشه قربان. به نظر من عیب از آنتنشه. آقا رضا رو میفرستم خدمتتون درستش کنه. قول میدم از اولش بهتر میشه. منزل کجاست؟ همین تو کوچه اول یه در آبی بله بله. هست. دست راست. همون دست راست. چشمم الان دلم میخواد دیگه اونطوری که میدونی درستش کنه. باشه قربان. مطمئن باشید به سلامت. خیلی خوشم اومد. خاطر جمع باشید. خیلی خوش اومدید. به سلامت. آقا رضا باشو برو خونه این آقا ببین تلویزیونش چشه. ای بس بیننده شا آدرس بدی. می نویسم بهت میدم. باش. یواش مگه توری؟ میرم تو خروزی بیام. میخوام نوار برای پرده ها بخرم. میخو پونزم میخوام بخرم سود برگرد. دختر گم میشی تو این جاها رو بلد نیستی. میداد پاسبان اون شبیه اگه منو ببینه کارم تمومه. من حالا حالا جوونم. موازه باش نشکنش شتوشی را بیا این صندلی رو باید زود باش بفرمید به قاعده ششت خونه ما را اسباب داری راست خدا واگه ایک بیری همش فکر خوردنه پدر تو در میارم اگه شیشه ترشی هم بشکنه تیکه تیکت میکنه نبشکنه بایسه بیدیم نه به دورم کجای این مادر همه نوارو کافتامو بردن خدا مرگم بده مادر که تابا وانتو تعقیب کن سرکار وانتو تعقیب کن آقای دوست آقای دوست آقای دوست آقای دوست آقای شما چقدر این زمین های بیزبون رو خدا رو میکنی خیلی خوب عوضی اومدم دنده عقب میگیره آما خواهش کردم آدم هی مستر پولیس یس پولیس استریت یو وان سر پولیس استریت یس کاسه ها برو دنبال طرف برو اون اصلا یو وان دو یو نو ویر ایت یس یس آی شو یو آی شو یو Turn to the left. You go bit sharp. Just to get up here straight. Turn to the left. 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 Turn to کنم اون پرس پلیسی که شما the نزدیک شیرازه تو این نقشه نمیتونی پیدا کنی خب پس چرا خوابیدی اینجا گم بوی بیخاصیت تو خانه خرا بلوش رو ببینن یلا چرا بلوش شدی نفهمیدی کی برای تا آوردی اینجا چقدر مردم با حوصله پیدا میشد اوما خدا رو شکر خدا رو شکر که اساسی همون پیدا شد خدا کنه توشی آوردم بربن آوردم باری کالا سرکار جیلانی یه نازم خوشی به داده ای کنده برسه بیده من باری بره من یاد بگده ای دیگه از بری نه آخر نمیدم خودم فهمت کشیدم تا اینجا نمیدم بری کنار به من میگم گونده مک خودم میبرم میذارم به سودی بری خانم آهش میکنم باشم سرت به پاپ را بریم سرت به پاپ را بریم میخوام چیشتن را روی اتفاق بگیر ببر یواش بذار تو زیر زمین اگه بشکنه جفت قلمات بنده فکر میکنم دیر رفقا با شما شوخی کردن یا یه کار فوری داشتن خدا رو شکر که ترشیام سالم چی شد؟ خاک بر سرم کنن آخرش ترشیای نازنینم شکست الهی جزه چیکار بزنی؟ نوار این
اینم 50 تومن. خیلی متشکرم. چقدر میشه؟ این میشه 20 تومن، اینم 10 تومن، رو هم میشه 30 تومن. خانم. بله. همین خوبه. اندازه‌هاش خوب بود. فقط لطفاً سوسنوشو باز کنید. چه زرم کوتاهش بکنید. بعدم میام میبرم. خیالتون راحت باشه. خیلی ممنونم. خدافظ شما. خدافظ. ببخشید خانم. شما هنگام خانم هستی؟ بله. ایلوی قربونتون برم. من یکی از دوستداران صدای شما هستم. ما تازه اومدیم تو این محل. خونه شما اینجا؟ بله، ولی متاسفانه دیشب دوست اومده. هر چی لباس و زیر پوش داشتم همه رو برداشته برده. وا، چه دوز چشم چرونی بودی. خب چه میشه کرد؟ خیلی خوشحال شدم. شما تشریف نمیارید؟ چرا؟ قدم منزل باهاتون میام. کسی منو بردم. راستی فکر لباسا نباشینا. چطور مگه راهی پیدا کردی؟ من خیاطی بلدم. تو همه رو دستتون میدوزم. من عاشق صدای شما هستم. وقتی برنامه‌تون از تلویزیون پخش میشه همه شما خیلی لطفتون میشینم برنامه شما رو تماشا میکنم. وای زری جان من. سلام زری جان. سلام. حال چطوره جان؟ چه وضعشه؟ دوز رفته خونه این خانم همه لباسای زیرشو دزدیده. ای خاک بر سر کافر. خیلی متاسفم ولی به نظرم یکی با خانم شوخی داشته لباسای زیر برده. ولی من به تو قول میدم به مرگ خودم شب روز فعالیت بکنم یقه دوز پدرسگ بگیرم. اگر هم یقش بگیرم با مرگ تو خودم لباسای زیرش در میارم بیمرو برگرد. خلاصه هر کاری میکنی سوچم. چشم بروی چشمانت قشنگ من. به خانم والده سلام برسم بگو من توی کلانتری اونو نشناختم. خیلی متاسفم از این پیش آمد به مرگ خودم. چشم با چشم. الهی که خودم شوهرت بشم. سلام. سلام بهبر رضا خان عزیز من. حالت چطوره؟ تو چطوره؟ یه گمش تو کجا؟ اینجا کجا؟ چه عزب از این طرف آدم خوبه داشتم میرفتم یه تلویزیون خراب درست بکنم. نه طرف عجله داره میخواد امشب برنامه یه کلونبو ببینی. کیه؟ کیه؟ خنده منم. بیگی من برم داره با کنم. نه داشت من میرم. خیلی خوب بوده شما. این وقت کمول لا خانم. بنده رو با ساقا فرستاده تلویزیونتون رو درست بکنم. داداش آقای مهندس اومدن تلویزیون رو درست کنن. بگو بیان تو. بگو بیان مهندس. الکی الکی مهندس شدی. اما مهندس درواز کردن قفل‌های جور با جور آخر. بفرمایید. فرمان از شما اطاعت نکردن از این بخشی منزلمون یه خود ریخته باشید از بخشیدم. این فرش ماشینیه خانم. بله. اما این یکی قدیمیه و بسی قیمتیه. قدرشو بدونی سر را نزن. حتما. بفرمایید. بله بفرمایید. شما راهنما رو بزنید. یعنی به عنوان راهنما تشریف ببرید جلو. من دنبالتو میام. ببینین همش اینطوری میشه. تو رو خدا خودت اجازه بدین جعبه کمک های اولیه رو باز کنم بعد ببینم چه برگشی. حال شما خوبه؟ برو کنار. صاف مردی. جعبش که سالم عیبی نداره. بله. پس از آنتنیتون خراب راه پشت بومتون کجاست؟ بفرمایین از تو حیات. مام دلی بذار نردمون بذارم. لازم نیست ما نردمون سر خودیم. اول اجازه بدین جعبی کنک های اولیه رو بگریستیم بالا سپس خودمون میریم بالا. تو زاری آخی این که چیزی نیست. 10 متریش هم رفتم بالا. هر کی ندونه فکر میکنه ما دوستیم. چی کارش داره میکنه اینو؟ به پیچو میرم. این که سیم نداره. بپیچون دست راست. سرد باز زری اومدم. بیا تو اینا دیگه بسته. خوب شد؟ بابا این که بدتر شد. از که خودش هم نمیدونه چی کار داره میکنه. میگیره؟ آقای مهندس. جون مهندس تو نگاه کن زری. نگاش کن. باشه. بیده سمت راست. بیشتر بازم راست. اینم راست. دیگه جا نداره. الان راست. راست خیلی خوب. صبر کن ببینم. خوبه؟ خوب چطوره سری؟ داداش خوب شد. بازم خودم. از بس انگولکش میکنی خراب میشه. داداش پولش. بگو میام مغازه. ای دوتا. اینم همه کفه.
خسته نباشم. داداشم گفتن خودم میام مغازه حساب بکنم. اشکالی نداره، میذاریم به حساب جاری، ممکن دوباره خراب بشه ان شاء الله. آقا ساعت رو ببینم. او را جون اون کسی که دوست داره این دیگه این تلویزیون رو انگولک نکنه. زری پیش غذا تو بخور یخ کرد. راستی خانده داشت میدونی امروز کیو دیدم؟ اگه گفتی. من چه میدونم دختر، مگه من علم غیب دارم؟ امروز بانو هنگامه رو دیدم، همونی که تو تلویزیون آواز میخونه. نمیدونی چقدر دختر ماهیه خانده داشت. من باهاش دوست شدم. حالا کارت به جایی رسیده که با خواننده ها دوست میشی؟ چشم دلم روشن. وا مگه چه عیبی داره خوانده داشت؟ سر تا پا عیبه. مردم چی میگن؟ خوب نیست تو در همسایه فردا همه جا چو میفته که آبجی ممدلی خان با یه خواننده معاشرت داره. اون وقت خواهر بیاره با قالی بار کن. ای وا خوانندهش که مرد نیست خوانده داشت. پس میخواستی مرد باشه؟ هرچی باشه خواننده است، هنرمنده. آقا رو باشه وقت به من قر میزنه، میگه تو امولی، خودت که دست همه امولا رو از پشت بستی. همینو بگو ماما، تازه یه چیزی هم یاد میگیرم. حالا یکی تو بگو یکی اون بگه. من دلم نمیخواد تو با خواننده جماعت رفت و آمد داشته باشی. مدل کار ما اینه، ما تو این روالا هستیم، هر کی تو طبقه خودش. از قدیم و ندیم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کچلا با کچلا، تاس با تاس. که قربونتون برم بعد یه عمر آقایی ما یه چیزی میفهمیم که میگیم امشب شب جمعه است. شما کجا اینجا کجا؟ ایوا چه حرفا؟ خب اومدم زیارت. باریکلا خانمی مثل شما با خدا کم پیده میشه، خدا قبول کنه. خدا شما رو هم حفظ کنه. تشریف میبرین منزل؟ بله بفرمایین، چون اینجا که تاکسی گیر نمیاد. اگرم گیر بیاد سوار نمی کنن. بله. اما خب مزاحم نمیشم، آخه شما کار داری؟ بفرمون بریم، ما که فعلا سر پست نیستیم، یکی دو ساعت وقت داریم، ما میرسونیم بهتون. بفرمون متشکرم. بهش بگیم آمادگی هم نداریم. بفرم بالا. ببینم شما هر هفته میای زیارت؟ بله، آخه بعض شما نباشه مادرم واسه همین چیزها کلی ما رو تحویل میگیره. راست شما با کی زندگی میکنی؟ من با مادرم تنها زندگی میخوام. صحیح، پس به قول معروف شما هم مرد بیرونین هم زن خونه. شغلتونم که حتما توش کارای ثواب زیاده، حتی میزنم تو خیریه بیمارستان چیزی هستی. منم دلم میخواست دکتر یا معلم بشم که بتونم به خلق خدا خدمت کنم، ولی حالا تو این لباسم. البته فرقی هم نمیکنه، آدم تو هر لباسی میتونه خدمت کنه. این روزا اگه یه زن بتونه با نجابت گلیمش از آب بکشه بیرون، والا خیلیه، چه برسه به کار کردن و نگهداری یه مادر و دعا و عبادت. خب فرقی هم نمی کنه، این روزا زن و مرد با همدیگه کار میکنن که بار زندگی رو به کمک هم به دوش بکشن. ما به همین مناسبت آبجیمون فرستیم دانشگاه درس بخونه و دکتر بشه و به درد دل مردم برسه. سلام. سلام. دیدم داری میای وایسادن تو با هم بریم. تازه اولش محمود جون. از این شوخی ها با من نکن. به چه زبونی بهت بگم دوستت دارم؟ چه زبونی بهتر از زبون فارسی؟ راستی پس کی میخوای مادر و برادرتو بفرستی خونه ما خواستگاری؟ انشالله یکی دو هفته دیگه. بهتره تو هم اصلا با مادر و برادرت یه صحبتی بکنی بفهمی مزه دهنشون چی؟ والا اونا که اول دلشون میخواد خواهرم و شوهر بدن بعد من. اومدیم حالا حالا کسی پیدا نشد خواهرتو بگیره. خب دیگه بعد دعا کنیم پیدا بشه. چه کنیم؟ دعا میکنیم تا پیدا بشه انشالله. حتما. آه راستی امشب جشن تولد مسعوده، منو تو هم دعوت کرده. ولی من نمیتونم بیام داداشم. ای بابا تو که نینی کوچولو نیستی دختر، باید حرف در را داشته باشه. آخه تو داداش منو نمیشناسی، خیلی سختیه. هر طور شده بیا. سعی خودمو میکنم.
به جان خودم یک جواز خیاطی بگیرم هر کی ببینه دهنش آب بیفته. ولی بگو چرا با ممدلی خان نمیگی؟ بابا چی بگم؟ آخه اون خیلی گرفتاری داره. خودتون که میدونی. شما چرا میخواین خیاطی کنین؟ حیف شما نیست با این قشنگی دنبال خیاطی برین. بذارین وقتی رفتین خانه شوهر دی. ایشالا اون به وقتش. شما هر وقتی اراده بکنین وقتشه. ولی من میترسم دیر بشه. نترسین سرکار، دیر نمیشه. خب من دیرم شد. جواز خیاطی یادتون نره. خدا وایسا کجا؟ رفت. باشه چشم. خدا رو شکر. تا اینجا به نظرم نصف کار تمام شد چون خودم راضیم. آقا رضا جان من سلام. به تو کجایی آخه؟ سری کاری جان حسابت به کلی پاکه. میری قاطی مرقا. آقا قربان تو برم. نوکرتم. داداش من. تو فقط یه مادری در حق ما بکن. نفهمیدم مادری؟ بابا منظور من از مادر تو خانم والیده است. یه تو کپا برد برای من خواستگاری. میترسم دختره از دست من برد آقا قربان تو. رفتی داشته باش. چرا؟ آخه این ننه من اگه دوخی تری سرش به کلش بیارزه گورش میزنه واسه داداش دوکی توره. ولی چون تو یا خودم واسه مادری میکنم. امشب بیا بریم. باشی؟ نه بابا امشب نمیشه، من کشیک دارم. کجا؟ طرفای یوسف آباد. خوبه، ولی من اون طرفای خورده ریگ میتو کپشم. چی گفتی؟ چیزی یعنی ریگ اونجا یه جور خوبیه. ببینم افسر گشت اومد. به نظرم پنچر کرده بود داشت میره پنچری بگیره. افسر گشت پنچر کرده بود. والد ماشینش فرمان داشت میکشید ولی نفهمیدم پنچر بود. حتما کمباد بوده. به نظرم سلام سرکار. سلام جان. شما هنوز بیداری؟ بله، صداتون از پنجره شنیدم، گفتم یه چای میکنی. هوا خیلی سرد. بله هوا خیلی سرده، چای شما هم داغه. واقعا با آدم میچسبه. سرکار کیلار ببخشید قربان، اصلا نمیچسبه. نه خیلی ممنون. شما بفرمایید هوا سرده، ممکنه خدا نکرده سرما بخوره. واسه چایی هم خیلی متشکرم. شما بخورین چای ما. ما سر پست نمیتونیم چیزی بخوریم. یه دنه بخور. نه خیر نمیشه. میدونی خانم یه اگه قرار باشه شبار خانی از تمام اعمال مردم رو بوده. آه بایزه شما شب بخیر. خوب بخواه. شب بخیر. واقعا چه زننی انسانی بوده بوده. دیدی قربان؟ منو چرا همینجا نگرده. بیا هما. آدم اینجا که هست حواسش باید کجا باشه قربان؟ اجازه بفرمایید اون عرض خصوصی محرمانه بندر خدمت شما عرض بکنم. بله باشه بعد، چون من باز برم و برگردم. اگه افسر گشت اومد با همین دور براست. موفق باشی سرکل گلده. موفق باشید. مرا متعلیزید. آخه پس تو یه داری میه یا میری؟ پس من چه خاکی به سر من بریزم؟ آخه منم میخوام ازدواج بکنم. این عرض محرمانه من اینه دی جان. شما ها برای من آبرو نذاشتین. از فردا نمیتونم تو این ناحیه سر بلند کنم. بله دیگه، همین مونده بود که آبجیمون پاشو بره پارتی با یه مش جوان بیبند و بار برقصه. تقصیر من کله. من با دوستام رفته بودم داداش. ما هیچی نگو، برو لباس درار. مامان داداشم راست میگه به خدا. خفه خون بگیر تو دوستام. مادر جون، زمین که با آسمون نرفته. دختره جوونه، دل داره. این همه جون میکنه، درس میخونه. یه شب هم میخواد بره قارتی، مارتی، همونی که شما میگید. چه میدونم، نباید که خوشته. میدونی چیه؟ اول یه فکری واسه این یکی بکن، شوهرش بده بره، خیالمون راحت بشه. زری از خوده، باش واسه بعد. حیوانکی زری. چیه تروب سیار؟ ترش کردی؟ نمیتونی دندون رو جگر بذاری؟ عشق شوهر کشتته. ما که چیزی نگفتیم سرکار. یکی از یکی تخسترن. رسیدگی به امور این خونه خودش بالا یک کلونتری لازم داره. حرفا میزنه خانده دار. اینطور که بوش میاد این تحت و غاری خیلی آتیشش تونتره. ما رو باش که خیال میکنیم خیلی مونده برسه. نگو انقدر رسیده که داره تالافی میفته. شام چی داریم ننه؟ والا دمی عدس. دمی عدس. مردم از بس دمی خوردم. زری بلند شو برو شام خانداداشت رو بیار. سبزی خوردن و پیازم رو یخچاله. چشممون اطاعت میشه، پیازم میارم. پیاز نمیخواد، من نمیخورم. طرف از پیاز خوشش نمیاد خانداداش.
به تو مربوط نیست که خوشش میاد یا خوشش نمیاد. ای داد بیداد انتر گفت چه غلطی زیادی میکنه. پاشو لباسو در بیار شام تو بخور با این یالو. شام نمیخورم، فردا میخوام برم شیراز، میخوام تو فرم باشم. چطوره؟ خیلی نازه. چقدر بهت میاد، خوشگلت کرده. مرسی، خیلی خوبه زری جون. خوشگل که بودی، خوشگل تر شدی. خدا کنه اونم بپسنده. بهت قول میدم میپسنده. آخرش نگفتی طرف کیه، چجوریه، چند سالشه؟ او یه مرده، یه مرد واقعیه، با همه خصوصیات مردونگی. خوشتی، خوشیکر. از روزی که باهاش آشنا شدم به مرگ تو زری یه دقیقه نمیتونم براش تحمل کنم، میمیرم براش. خدا واسهت نگرش داره. خوبیه اینم بپوش، سود پاش داره دیرت میشه. وای خوب شد که گفتی زری جون، الان منتظرمی. دیش خب دیگه من رفت. نه سب کن با هم بریم. بریم جو. بریم. ایشالا سفر بهت خوش بگذره. برمونه تو. خب خانم جون خدافظ، من بازم بهتون سر میزنم. خوش اومدی زری جون، خدا به همراهت، خیلی لطف کردی، به سلامت. خب مادر جون من رفتم، از اونجا برات تلفن میکنم. باشه دخترم. راستی تو به من نگفتی با کی میخوای بری؟ با همونی که تازه باهاش آشنا شدم، اگه یه روز نبینمش دلم براش تنگ میشه. خب چرا نمیگی بیاد اینجا باهاش آشنا بشم؟ ایشالله سر فرصت میارمش، اما فعلا دیرم شده. قضاتونو گذاشتم روی یخچال، اگه کسی هم در زد درو باز نکنی مادر جونو. درجلینگه بردارم. بیا مادر. هنه. تا تو حساب کنی من برم گوشت بگیرم. حساب کی میده بابا؟ اینقدر بلند میگی که همه بفهمن. دو کیلو سردست باشه، یک کیلو هم مغز رون. خدا عوضت بده، چربی نداشته باشه. چش خانم چش. قربون دستت برم، بچه ها چربی دوست ندارم. با همه چربی خانم شمایی؟ ای با فخر خانم برم. قیافت عوض شده. اما شما ماشاءالله هنوز مثل ماه تابونی. نمیدیدی چقدر دلم برا تنگ شده بود. خیلی ممنون. میدیدی چند وقت هم دیگر رو ندید. آره خیلی وقته. راستی فخر خانم جون یاد اون وقتا بخیر. این همه هما کوچولوه. بله ماشاءالله چه بزرگ شده، چقدر خوشگله. دست شما رو میبوسه. ببینم حالا کدوم محل میشینی؟ همینجا دو تا کوچه پایین تر. ایوه
ما هم که همینجا میشینیم. پس همسایه بودیم و خبر نداشتیم. میدونی شما تقصیری ندارین، آخه ما تازه اسباب کشی کردیم اومدیم. تو خدا یه روز بیاین خونه ما، بیشترم دیگر رو ببینیم. وا چرا شما تشریف نمیارین خونه ما؟ حقش چیه؟ باشه ما اول میایم خونه شما. تشریف بیارش. اوماجو خیلی چشممو گرفته. ایشالا بی حرفی پیش یه کارایی صورت دادیم. آخه پسر کوچیکم هنوز زن نگرفته. آقا ممدلی شما چی عروسی کردن؟ والا آقا ممدلی یه سر داره هزار تا سودا، چه فرصت داره زن بگیره. راستی از آقا رضا چه خبر؟ هنوز شیش ماه مسافرته. مامان مامی سیبا آری برو تو کلا. هنه شما مشغول شینه همین کارند. ایشالله یکی از همین روزا میام منزلتون رو زحمت میدم. قدمتون رو چهش تشریف بیاری منزل خودتونه. ببخشین آقا گوشت ما حاضره. خیلی ممنون. بگیرش مادر نیفته. خب فخری خانم جون با اجازه ما منتظرتون هستیم، تشریف بیاری. بروس هم بردارم که صبح کفشام و با کسی بزنم. بروس لی چیه محمود؟ چرا تو همین؟ چرا حرف نمیزنی؟ اونا میخوان به میل خودشون برام زن بگیرن. قراره امروز برن خواستگاری. تو که بچه نیستی. خب با برادرت و مادرت حرف خیال بزن. کردی حرف نزدم، صد بار گفتم. مگه به خرجشون میره؟ تقصیر خودته. از بس که این دست و اون دست کردی، از بس تردید کردی. آخه من هنوز نونخوره برادرم هستم. اگه میبینی یه خورده دست دست میکنم برای اینه که درسم تموم بشه و بتونم واس خودم آدم مستقلی بشم. خیلی خوب، بذار هر کاری دلشون میخواد بکنن. اصل کاری من و تو هستیم که همدیگر رو دوست داری. تو خودت میدونی من فقط تو رو دوست دارم، یا تو یا هیچ کس. منم همینطور. حالا پاشو بریم، اگه بفهمن من با تو اومدم خیلی بد میشه. باشه. خود تو اصلا ناراحت نکن. سلام خانم. به به سلام دختر خوشگل و قشنگ خودم، حالت چطوره؟ الحمدلله مادر جون خوبه؟ خدمت تو خیلی سلام رسوندم. آه متشکرم. خب کجا بودی؟ چند روزه به ما سر نزدی، بچه ها خیلی سراغتو میگرفتن. والا منم دلم برای همه تنگ شده بود. راستش میدونین یکی دو روزه به مسافرت رفته بودم. مسافرت؟ خب با کی؟ والا چی بگم؟ بالاخره بعد از مدت ها اون عشقی که انتظارشو میکشیدم سراغم اومد. به به بالاخره به آرزوت رسیدی. خوب این مرد خوشبخت کی هست؟ چی بگم؟ یه مرد باوقار و سنگین، جدی، خلاصه غیر مردای دیگه است. باید ببینیمش. از این بهتر نمیشه. خب کی باید شیرینی بخوریم؟ اما خانم جون اشکال کار اینه که اون هنوز نمیدونه من تو کاباره کار میکنم و از راه خوانندگی نون در میارم. نمیدونه؟ خب چرا بهش نگفتی؟ میدونی اولش برام مهم نبود، بیشتر که دیدمش و بهش علاقه پیدا کردم فهمیدم اون از اینجور زنها خوشش نمیاد. بعدش هم راستش ترسیدم اگه بهش بگم اونو از دست بدم. خلاصه خانم جون دیگه عقلم به جایی نمیرسه. اگه به خاطر مادرم نبود اصلا تو کابره کار نمیکردم. راهشم همینه دیگه، نباید تو کابره آواز بخونی تا بعدش ببینیم چطور میشه. بله اینطور که پیدا چاره دیگه ای ندارم. آقای گل فروشه؟ آقای کوده فروشه؟ آقای سنبله فروشه؟ آقای چی داشتین؟ ببخشین این گل ها چنده؟ این 200 تومن، 150 تومن، 250 تومن. خیلی خوب این چنده؟ این والا این یکی 300 تومن میشه ولی سفارشیه. چقدر حرف میزنی؟ ببخشید آقا گل روز داری؟ منه بفرمز اونجا. متشکرم. گل دزد؟ مگه تو گل ها دزدم پیدا میشی؟ حالا که سفارشی ما هم سفارشی میدیم، این اتیکت ها میذاریم اینجا دیرون بفروشین که صرفه بکنه. این یارو مسین که رانده داشت هنه بقیه شمال خود شاگر دلیدیم. آهای بچه میبینم دوز بگیرینش، سرکار دوز اونو هشش. چی شده؟ اونو هش سرکار، یه چمت گلمو برد. برد؟ آره سرکار. این ناکس نالوتی، باید
بنده قربان. یک شونه ایدی با یه دست گل و یه کلاه و یه بارونی. دست گل و کلاه و با پورشم، اگر من گل دست گل و گل کلاه بارانی دیده باشم، من نخیر قربان ندیدم اصلا اینجا. خودم دیدمش، گل فروش سر چهار را گفت یه دست گلش رو دزدیدن. ناجنس بازم از چنگم در رفت. ولی دزد در میده بود. ولی اگه یه روزم به آخر عمرم مونده باشه میگیرم. قربان میخواستم حالا که دزد در رفته، اگر وقتنی جذب فرمایید اون عرض خصوصی رو بنده خدمت جناب. تو این هیرو ویر دلت خوشه با. باشه یه وقت دیگه. باشه هر جور امن میفرمایید قربان. باشه هر جور میفرمایید قربان. جنوی سیگار اوشنو خدمتتن نیست؟ ساعت دفعه بهت گفتم من دودی نیستم، سیگار نمیکشم. یادم میره تونتون قربان بباشید. خب دیگه من منزل مهمون دارم، دیرم شد. بسلم بفرمایید. متشکرم ماما. مرسی جری. شما بفرمایید، شیرنیاش خیلی تازه. شما بفرمایید. پس چرا آقا ممدلی تشریف نیاوردن؟ حالا دیگه هر جا باشه پیداش میشه. آقا رضا بفرمایید. پسرم شیرنی بخور، اینجا منزل خودمونه. خودتونم بفرمایید خانم، دهنتون رو شیرین کنین از آب گذشته. آقا رضا دست شما درد نکنه، تلویزیونمون خیلی خوب شد، خیلی خوب کار میکنه، لاب تصویرش عالیه. خودم مرگم خوبی از خودتونه، لامپ رو خودم وارده میکنم. ببخشید این کارتا نقره است؟ بله درسته، من خودم هم حدیث میزدم. ماشاءالله آقا رضا چقدر خوشمزه. ممدلی خان اومدن. زری جون برو درو با کن خان داداشه. باشه ماما. آره کجا میام؟ چند بعد شد ممدلی خان اومدن. خب دیگه ایشالله کار رو تموم میکنیم با امید خدا. شما این سلام. سلام از بنده خانم ولی خانه هستن؟ بله همه خونت فرمایش داری؟ بله سرکار ممدلی خان، یعنی آخری شما فرمودن که یک گرفتاری پیش آمدی خیلی دیرتر میان منزل. باشه باشه خیلی ممنون. نه دره نباد، ببخشید خانم جان، اگر بنده چی تو بازدم یه ببخشید، اگر یک کسی تیر عشق شما به کلی قلبون بخوره خسبیت خسگاری باید با سرکار ممدلی خان صحبت بکنه. یا خانم والیده یا قربان و خندی تو برم. خیلی ممنون، مرسی. بخونم هنه. اکسکیوز می، این تو والد بریست مسترا. اون طرف داماد داداش همون آقا هست که من تلویزیون رو درست کرد، خیلی وقت اومده. چی کار کنم؟ سوبلمه بخورم؟ ایگو داداش یه توشبه نمیم پیش مهمونه ها؟ نه خیر، شما خودتون هستینی که من چرا بیام؟ اصلا حوصله ندارم. سلام. سلام و سهر مار. این تو کیه؟ داداش داما. داداش داما ببخشید، راحت بشین آقا، راحت بشین. راحت هم اینه. تو کجایی مرد؟ این چه جورشه دیگه؟ مردم دو ساعته نشستن منتظرن تو بیای، اون وقت بهانه میاری؟ بابا من حوصله این مهمونی بازی ها رو ندارم، هزار جور بدبختی و گرفتاری دارم. من حالم خوش نی، اوقاتم تلخه. تو خودت وکیلی، ریش و قیچی دست خودت، هر جور دلت میخواد ببرو به دوست، با ما کاری نداشته باش. پناه بر خدا، میدید کیه؟ آقا رضا عوضی رفتیم سالون این طرفه. ببخشید من همش اشتباهی عوضی میرم. ایرادی نداره بفرماییم. ایرادی نداره، خواهش میکنم بفرمایید. حرکت نکنیم ربونه قدمتون بیانتم ندیم فخر خانم. حتما همه ناراحت شدم وقتی اسباب کشی کردی. آره فخر خانم جون، به جون شما تمام همسایا وقتی داشتیم اسباب کشی میکردیم ما گریه میکردیم. از بس شما خوبی، خیلی دختراتون خوبن. من دلی خان خوبه. شما برم زری جون، برو به هما بگو چایی بیارم. به جون شما خونمون روشن شد. زری جون برگشت بیا جن به من بشین. سلام. خوبا دختر کوچیکم. کوچیکم؟ عروس خانومه. سلام. سلام. به به عروس خوشگل خودم. اون شکلت برم. بشین جونم، بشین. بفرمایید.
بفرمایید. به رسیده نمکر خوش با حال داداشم که یه همچین دست گلی نصیبش میشه. آره زری بیا بشی. آره عروس بعضی ما نباشه خیلی خوشگیله باب خدا نگاش خجالت کشی. میگم اینگار مجلس زنونی شده. من دلی خانم که تشریف نیاوردن بهتر ما بریم به کارمون برسیم، شاید زنها بخوان لخت بشن. خداحافظ. مدیمه بابا این زودی کجا؟ راستش یه مقدار کالا رسیده، باید زودتر بریم ترخیصش بکنم. بله. با اجازه قربون قدمتون. زدی خودتو به مستی، میگفتی در گوشم غرورم را شکستی، عزیزم چه قشنگی به گوچول من که هستی، من زیبای تنوزی تو هم، من مرگ خوش آوازی تو هم، من همرازی تو هم، من زیبای تنوزی تو هم، من مرگ خوش آوازی تو هم، من همرازی تو هم. مدیر گفتن تو نمیتونی زیر قراردادت بزنی، باید بیای کارتو بکنی. من مجبور نیستم کار کنم، به مدیر بگو اون قرارداد مدتش تموم شده. خب پس تو میخوای اونو ورشکست کنی ها؟ هیچ میدونی چقدر باید ضرر تو رو بده؟ ها اونش دیگه به من مربوط نیست، همونطور که گفتم از فردا شب نمیام، فکر یه خواننده دیگه باشیم. برو بهش بگو، فهمیدی؟ باید میبینی خانم. اینه چی را
باید بکنم. ایخ دندونم هم کشیدم. خانم جان ببخشید من خارج تیری بیشتم. حد نظر را بیاب کدومه؟ گفتم با ماشین عقبی بریم، من در حال فرار از زندگانی هستم. اونهاش اونهاش با اون تاکسی رفت. بیاین بیا ماشین من بریم دنبالش. یاد زود بشین زود بشین. بادو در کنشون تاکسی تاکسی ما بردم. کجا بوده؟ اونجا پارکش کرده بودم. ببینم چی خبره؟ چرا این حرف به چپ و راست کردی؟ با من نه کار داری؟ نه خیر من خانم کار دارم. الحمدلله با من کار ندارم، با اون خانم کار دارم. چی میخوای پول تحصیلی کی پول پول تحصیلی کی میگی؟ پول داری میبری پول تحصیلی کی میگی؟ پس به ردیف آقا جون مرگی برو پایین دید بزن. خیال کردن به ما میگن ممدلی خانه دوز بگیر. بله خودشه، همین تاکسی منه. درست نگاش کن ببین عوضی نباشه. خوب چشو چهار تو باز کن. نه خودشه، به نظرم یکی از رفقا شوخی کرده. بله نفهمیدم. تو این تاکسی مسروقه چیکار میکنی؟ چیزه رفته بودم خونه یکی از دوستان، بچهش مریض بود، رفتم اونجا بهش سر بزنم. یالال آجام. خب داداش بیا تاکسی تو ورده برو، مواظب باش دیگه رفقا باهات شوخی نکنن. برو ببینم بالاخره نگفتی تو این تاکسی چی کار میکردی؟ من چی میدونم چی شد، یه دریختن سر اون راننده کتکی زدن. خب من چی کار کنم؟ خیلی خب دیگه فراموشش کن، من امشب کار ندارم. بریم با هم یه خورده حرف بزنیم و یه چیزکی بخوریم. الان نمیشه دیگه، من خستم، باشه یه شب دیگه ده. فردا شب. این کاباره یه خواننده داره که صداش خیلی عالیه، من ندیدمش، میگن قضاش هم بد نیست. بریم اونجا امشب. نه باشه شب دیگه، من خیلی خستم. یه شب دیگه فردا شب که ما گرفتاریم. به قول معروف بله برون داریم، میخوایم آبجی کوچیکه رو قالب کنیم بره. مبارک. پس فردا شب چطوره؟ خوبه، من خونه منتظرتم که از اونجا بریم بیرون. باشه پس برو بالا اجالتم برسونمت. برو بالا. میفرماید کاچی وضع ایچیه جا همین را قنیمت هست. سلام، خیلی خوش اومدین. بفرمایید بفرما ممدلی خان. بفرمایید خیلی خوش اومدین. ما چی کنم صفا آوردین. بخت شما بفرمایید. بارتون اکرام. سلام علیکم. تو رو پیش شده بسیم. چرا نمیفرمایید؟ اومدم شما بفرمایید. چی داشتی زرزر نو کردی؟ داداش نذارین روتون زمین بندازم، من زن بگیر نیستم. چی ره نیستی؟ داداش من اینقدر نیکو ناله نکن، تو که به چی حرف گوش کنی؟ آخه من نمیتونم هر زنی رو که مادرم انتخاب میکنه بگیرم، اینو که بهش نمیگن حرف گوش کنی، درسته؟ نه خیر غلطی. تازه زنشم پیدا شد، با کدوم پول؟ با کدوم سرمایه؟ باز گفت پول؟ با خود دسترمو میکنم به دیوارا. تو چی کم داری؟ بگو تا برات فراهمه بکنم. لا. فقط
ننت میخواد واسه خاطر من درسی تو بخونی، واسه خاطر ننت زن بگیری. من داداش میدونم شما شب و روز واسه خاطر من زحمت میکشی که بلکه به یه جایی برسم، ولی آخه هر چی باشه منم جوونم، نمیخوام بیشتر از این شما رو ناراحت کنم. علی داداش آدم زن بگیره نمیتونه درس بخونه. چی زن نمیتونه؟ بابا خوبم میتونه، کمک میکنه، مشق و درست هم مینه. شما هم که داداش شوخیت گرفته. خیلی خوش اومدین ممدلی خان، بعد از سالا چشممون به جمال شما روشن شد. از قضا آقا ممدلی هم خیلی دلش میخواست شما رو زیارت کنه. بله حاج خانم خیلی از شما تعریف کنه. خب پس چرا معطل این خودتون جریانو جفتش ورش کنی؟ پس اگه تو زندگیری خون نق میگیری به خود آن فلان زن میگیری، فهمیدی؟ زندگی مثل اینکه اومدم با اجازه. اینقدر معطل کردی دامادو ببر تو برادرشم بعدن میتونه. کجا میری داداش؟ من میخوام خرج عروسی جور کنم، برو جونم تا بانکی نبستی. در کیف دوست من داغش بکلیت میذارم درم باز خوبه. یه خدا خوب گرفتم بلکونه. من شخص بی تقصیری هستم. تو بی تقصیری؟ آره چه تقصیری از این بالاتر؟ در تمام این مدت یه حالی از ما نگرفتی. حالی؟ ریم مگه قرار نبود مادری بکنی بری برای من خواستگاری؟ آه اون که نایمدن، ما امروز کار زندگی افتادیم، شما بشینیم پس ما رفتیم. خودتون میدونین دیگه من بهشون میگم که تو کار داری. آخه نه دیگه نشناخته. سلام قربون شما، حال سرکار آقا زاده هستم؟ بله بله. بح بح خوشبختم. ببینم دانشکده تاشو میبرین؟ بله. کدوم دانشکده؟ پزشکی. بح 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 دکتر میشن. اما خب این هیکل فقط به در دانشکده شهربانی میخوره. آی حاج خانم تشریف نمیارین؟ بابا تکون بده اون هیکل ببینیم چه خبره. خدای خودت به خیر بگذره. ماشاءالله. بله ماشاءالله. بیا حاج خانم، بیا ببین کی اینجاست. حاج خانم سلام. سلام خانم. آقای دکتر تشریف آوردن. بله. بله. خدا حفظشون کنه. از حالا به بعد دوا درمان اون مجانی شد. بفرمایید ببینم شما سال چند؟ سال آخر. به 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 حساس ترین و پر هیجان ترین سال هاست. منم پارسال سال آخر استوار دومی بود که به حمدالله استوار یکم شدم. بله بله. بله خب خیلی خوشحال شدم. خب دیگه این دوماد، اینم شما، اینم سرکار خانوم. بله دیگه مرمت سرکار زیاد لطفا همه که پایانه برقرار باشین. خوش اومدین به سلامت. خواهش میکنم خواهش منو شما تشریف نیارین. بفرمایین بفرمایین خواهش منو بفرمایین تو اتاق بفرمایین تو رو خدا. خیلی مذارت میخوام خانم مادر شما. خیلی بیا اون اتاق. میدونی چیه مادر؟ نه نه این سوال نیستم. من نیستم بگیرم از دست خوندن میفتم. راستش من یکی دیگر رو میخوام. ای بابا چرا متوجه نیستی؟ این بزرگی به تو نیمده. ده برو دیگه. میدونی چیه دختر جون؟ من اهل زن گرفتم نیستم. چطوری بگم؟ من یکی دیگر رو زیر سر دارم. بیان بیان بیان. چیه باز شلوغش کردی؟ ببینم دارن چیکار میکنن. دیگر رو نهارت هم دیگر رو ندیدن. آفرین خوب فهمیدی. از قضا منم بسترش رو عاشقم. آب الحمدلله راحت شدم. به هم دیگه نزدیک شدم. خدا مارکم بده بسرده. هنوز خیلی به هم دیگه نزدیک نشدم. اگه مرز نیشی پسی هستی. من یه چیز عجیب و غریبم. من یه حیوانم، یه غول بیابونی، یه وحشی، یه حیوان درنده‌ای که اگه جاها بگیرمت اینجوری. وای خدا مرگم بده. مامان پرده پاره شو. خوش بسرم. حالا جواب ممدلی خانو چی بدم؟ توی ماما من بود ماما جمع بزنمش. بالاخره میزنمش. باباشو دار میارم. ممدلی خان. بله مادر. در خدمت هم آج خانم. حالا نمیشه اینقدر قدم نزنی؟ نه آج خانم. یه جور یکه نمیتونم. تو فرمم. آقای تو فرم. هم بفرمین آج خانم.
بالاخره چی شد؟ باباشو دار میارم، پدرشو دار میارم. با پدر کیو در میاری؟ شما پدر کیو در میاری؟ کیو میگی؟ بابا من پسره رو میگم، خواستگار و غما. من خیال کردم دوسته رو میگی. آخه باید بهشون جواب بدین. خب بهش بده بره. دیگه چی میخوای؟ پسر ترگل ولگل، آیندهشم که روشنه، چند وقت دیگه هم دکتر میشه. خونوادهشم که میشناسی. از همه مهمتر، اصل عروس و دومادن که هم دیگه رو میخوان. راستی حاج خانم، میگم که یه فکری هم واسه این زری بکن. برو بابا، تو فکر همه هستی غیر از خودت. راستش یه فکری هم از خودمون کردیم. خوبه کس مسی هم زیر سر گذاشتی؟ آره یه دختر خوشگل و نجیب از اون جیگرهایی که میپسندی. چه بهتر از این، من از خدا میخوام تو یه سر و سامونی پیدا کنی. ای خدا، این دخترها که رفتنی هست، خونه خالی میشه، اون وقت نوبت توه که عروس بیاری و جونا رو پر کنی. پس دیگه تموم آج خانوم. ایبا بله، پس چی؟ کی هستی؟ کیه؟ سلام خانم بزرگ. شما این من در با اجازه شما. آره خودم هم خانم بزرگ. دنبال چی میگردین خانم بزرگ؟ در جام اونجا نیست، رو بازوام یه ختم بشی اضافه شده. مبارکه. شما بفرمایید. بفرمایید. خدا نکرده ممکنه خسته بشین. قربون شما. شما باید استراحت بفرمایید. ایشالله میبخشین که بی موقع مزاحم شدم. این حرفا چیه من دلی خان؟ من که براتون کاری نکردم. متشکرم شما. اگه دخترم میدونست که شما اینجا این الان پرواز میکرد میومد. هنگامه خیلی به شما علاقه منده، همش صحبت شماست. امیدوارم ما هم لایق اون باشیم. حقیقتش خانم بزرگ، امروز اومدم با اجازه شما ببرمش پیش مادرم. از نامزد بازی خسته شدی؟ آره، یعنی در واقع واسه ما خوب نیست. آخه مردم تو محل رو ما حساب میکنن. آره پسرم، اینطوری خیلی بهتره. من برم یه چایی براتون بیارم بخوری. نه خانم، راضی به زحمت شما نیستم. زحمتی نیست، سماور داغه. باش. خدایا این دوتا چش سالمو از ما نگی. کمکم کن، یعنی ممکنه کسی رو که واسه زندگی انتخاب کردم این باشه؟ تو چند سال خدمت آبرو کسب کردم، دربارم اشتباه کردن اما درباره کسی اشتباه نکردم. چرا؟ آخه چرا باید الان عینی یه آدم وامونده ندونم چی کار کنم؟ خودت کمکم کن. عجب اومدی غافلگیرم کنی؟ غافلگیرت کنم که چی؟ تو با این ظاهر معصوم و بیگناه یه شهر رو غافلگیری میکنی؟ چرا؟ آخه چرا؟ باطنه به این کثیفی و دروغگویی نوبره. ولی باور کن بهت دروغ نگفتم، باور کن. چی رو باور کنم؟ تو زندگی من رو این رو رو کردی. آخه چطور میتونم کسی رو که واسه زندگی انتخابش کردم اینجوری از آب در بیاد؟ فکر میکردم این چشما فقط واسه خاطر ما دو دو میزنه و بالا پایین میره. حالا نگو یه دنیایی دنبال اشوای تو هستم. من از همه چه بیخبره، بگو پشت سرتو قسم میخورم. سب کن اقلن منم حرف بزنم. آخه روز اول که ما هم دیگر رو دیدیم فرصت نشد حرف بزنیم. راستش فکر نمی کردم ما به هم اینقدر نزدیک بشیم. بعدش هم خیلی دیر شده بود. هر وقت میخواستم بگم میترسیدم تو از دست بدم. نفهمیدم، مگه رو پیشونی ما چی نوشته بود؟ منو میخواستی چیکار کنی؟ تو خیال میکنی من بعد یه عمر با آبرو زندگی کردن میام کلامو کش بذارم؟ اینقدر فکرای بد نکن.
کاری خودشو حفظ کنه. اگه از اون اول به تو گفته بودم اینطور پیش نمی اومد. خدا را صد هزار مرتبه شکر. چه خوب شد پیش اومد و من روشن شد. نه، صبر کن. تو نباید بری. دیگه خیلی دیر شده. من به تو احتیاج دارم. احتیاج داری که جلوی سر همسر سکه یه پولم کنی؟ رود میشه تو چشای من نگاه کنی؟ راست سر رای من چرا پاس فترات؟ تو نباید بری. من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. اعلام کن. من آدمی نیستم کسی بهم کلک بزنه. اگه این لباس تنم نبود جواب همه حرفات میدادم. برو دعا کن که دست برو. گریه نکن دخترم. آی مادر، آخه چی شد که این با تو این طور رفتار کرد؟ من به اون دروغ گفتم، بهش دروغ گفتم. کرده و گذاشته رفتی؟ بله. نمیدونین من چه حالی دارم مادر جون. حالا میفهمم که چقدر دوستش دارم. بی اون نمیتونم زندگی کنم. تو گناهی نداریم، اونم تقصیر نداره. خب دیگه گاهی اینجور پیش میاد. باید فکر چاره بود. فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشه. اینقدر ناامید نباش عزیزم، دنیا که تموم نشده، همه چی درست میشه. آخه چه جوری؟ اون از دست من خیلی عصبانی، خیال میکنه مخصوصا بهش نگفتم. قصه نخور، ناراحت نباش عزیزم، من خودم ترتیبشو میدم. مادر الان چند روز اخمات تو همه، مگه چی شده؟ پاشو لباس تو در بیار. ما همیشه باس لباس تنمون باشه و آماده به خدمت. رو پیشونمون نوشته. اصلا فعلم که حوصله‌شو ندارم. بگو دیگه. ببین مادر، تو که به این زودی ناراحت نمیشدی. آخه ما الان کار خیر داریم، عروسی خواهرته. آخه اون بیچاره منتظر جوابن. مگه من باز جواب بدم؟ تو مادری اختیارش داری. چون همه دونم یه چیزی بگو رد کنم داره دیگه. سلام علیکم. چه؟ کی بود؟ داداش از انجمن خیریه براتون کارت دعوت کرد. عوضی نباشه. چرا؟ آخه واسه ما چرا؟ سلام سرکار جون. سلام میگم ونسه. چی شده؟ حالتون خوبه؟ این کارت دعوت رو برای شما فرستادم. برای من؟ فرمایشی دیگه نداری؟ برو من تو یادت باشه بعد از عید بیا با تو ادام بده. مادر بازم اون کارت دعوت اومده. راستی راستی ما رو دعوت کردم. آره پسرم. پس ما گندی شدیم، یعنی اینقدر گندی شدیم. عجیبه. میمونه آسیبه دی در گذشتی سالیانی بینم نیم 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 جشن محسسته یه خیریه هسته. سروران گرامی، از اینکه با تشریف فرمایی خودتون بچه های ما رو خوشحال کردین بی نهایت متشکرم، چون این کوچولوها فقط به محبت شما نیاز دارن. ما تا به حال دخترای زیادی به جامعه تحویل دادیم که همه اونها برای شوهراشون کانون گرم خانواده درست کردن و تعداد زیادی هم با استعداد هنری که داشتن به حال اجتماع ما مفید بوده و هستن. بین این عده خیاط، نقاش، آهنگساز، شاعر و حتی خواننده هم هست که همه به خاطر زندگی شرافتمندانه در اجتماع روی پای خودشون ایستادن. خوانندگی هم مثل بقیه هنرها یک ودیعه خدادادی است و اگه فردی از این راه زندگی خودشو تأمین کنه گناهی مرتکب نشده. یکی از این فرشتگان معصوم هنگامه. او به خاطر این بچه هاست که به هنرش ادامه میده. امیدوارم همونطوری که ما دوستش داریم شما هم دوستش داشته باشیم و به هنر و نجابتش احترام بذارید. حالا این شما و این هم خانم هنگامه. Thank you.
نیمه یه شب میگم برادر میزنی چه کنم دوست دارم میگم به من سر میزنی خاطر خواهی همه چی شدابه عاشق نشی که خونه خرابه بی تو دلم وانه میشه شادی به من حرومه اگه به من دست بکشی کار دلم تمومه پای چپ بیا دیگی مبارکی با در اینشالله مبارکی با بیچه جیره دوردن خیال کردیم میتونی از چند که من درمی نستم تو نمی کنی شهر کن یه یارو نداری که بار می کنش نه خیلی کس نبود بیان انگار خودش بودا انشالله مبارک باشی فکریان نه مسیحیان الان تو دل عروس قنداب میکنه خود دل همه دخترها قنداب کنن ممدنه خان نمیدونم چی کار کنه عروسی خواهرش هم دنبال انجام وظیفه است آقا ما حاضریم والا هم شیرم ما هم حاضریم عبابه این تشریف نیاوردن این آقایون کجا هستن؟ الان پیداشون میشیم ما صلی علی محمد ایوانی داشت این لیفت تابونو مرا زودتر بزن آخش چی هست؟ آخش رای جو رشو
بزن لیفو دو زیر کف گم شدم. آپریز 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 خور شدم. آخی لیفو نابی نابیشم. صابون 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 بیده 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 صابون صابون بیده. دست یازده همه دارم میزن. سالی یه دفعه همون همین نرم داره. بنام از بابا تو الان دادی بیجی صابون قورو شما مال مفت میگه. بیز بری من نریز اونده تو بری من نریز بری من کف بریز کف بریز کف بریز صابونه کو کف اون این صابونه آقا صابونی شما نخی پیش من نیست نزدیم رادش کن یه صابون این بقله بیگی بیا بفرما اینا بگیریش خیلی ممنون قرمون دست مصرف صابون داره این آقا آب بریز آب بریز آب بریز آب بریز کن شدم آب بریز آب آب بریز بابا آب بریز آب بابا خدا مور شد بعد با آخه رفت تا سال دیگه خداحافظ قربونت برم آقا خداحافظ سلام آقا قربون شما خوشی که خوش کنی بیار لازم نکرده خودم میرم زیر دوش ای؟ من یا الله کسی جلو ما نباشه کردم بیری شده یه تمومه یا الله آقا ببخشید بیچاره بینه کفی مفی نشیده داشت اختیار شما مواظب به اون چیزا باش خیلی ممنون لیز میخوری اره خداحافظ خوش یار این کتش نوه به درد عروسی میخورم قلوبش میکنم اندازم یا الله بفرم مله همومم هم ساب کتو میده خدافیز های دوست کتمو بردن کتمو بردن کتمو بردن های دوست یعنی جارو ایست آیا حاضرید شما را بغد آقای محمود پنج طلا در بیاورم؟ به دایی وکالت می دهید شما را بغد آقای محمود پنج طلا در بیاورم؟ بله مبارکت مبارکت بله خودی خواهد نشو برم مبارکت 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 مبارک قول کن دست شما در نکنه بفرمی راستی است اما چی بودی خواهد قابلی نداره بفرمی پس یادم به نوز بهت بدم قیبه چشم رو هم هی زیاد کنه چشم قرون دستت این صورت ما را یه صفایی بده خیلی جنگی ها چشم عجله دارم زیاد طولش ندهی خب حالتا چطوری؟ ای مگه حالی با آدم میمونه نه والا چطور شده مگه چی شده؟ یکی دوسته فقره دوزی و همچنین کلافم کرده چند روز یکی حال اولا میگرفته بیا مرمون دست شما استاب آقا رو برس باقیشم مال خودت بزو پای انامه اما به جون شما تا یکی دو ماهی دیگه این محل رو میکنم این دسته یک خدا عمرتون بده چی شما؟ گیرش نامردو خودش های کپ حاله صابو بفرمیدیم زفتش بله 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 ب
ساکمانر خانه ها. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام سر کنیم. جا تشریف کنیم. عرصی رو بل کردیم. نه قربان اومدم بیرون منتظر شما. بفرمید. بفرمید. خیلی خوش اومدیم. آری تبریک بگم خانم. بفرمید. خوش اومدیم. بفرمید. آری سلام. چون از طرف بنده میگرد. آری بگل از بنده است. حمل و نقلش با این بود. سلام رزا جان. بفرما آخید منتظر. بسه جمعه رو بکن ببینم. قربان شما برادر داماد حسن. البته با اجازه همگی سمت مدری هم دارد. خیلی شایسته تر است اگر امضا بیشتر انگشت بزنم من نمی کنم امضا خواهش می کنم به من مبارک باشه سلامتی بازار دو با خیلی خوش آمدید بفرما قربان بفرما جناب شب یه با کولا و بی کولا خوش آمدید بفرما 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 یه استوری پاسی رو ای کنم الهی قربونت برم مادر تو کجایی عقدم تموم شد یا الله شما هم امکان بفرمایید بای جرس مبارکی سلامتی نوکر زبداداش سدانش پرش بخت میشید نامه بنویسان نری حاجی حاجی جناب علی جناب همش داشت کردی رو کبای مغز با آدم فکر منه بدبخت بیچاره رو بکن را بیو برین با برادر عروس صحبت بکن تو تا کلمات بزن هم پدری بکن هم مادری با جزی عروس هم دعوت جن را بکن الان خدمت می رسن یه عرض خصوصی سلام علیکم آجی دادت من باشی بیا دیگه این قابل تو رو نداره به خوبی خودت بعد خوب شما در دو دستی طرف رو بچس آی دکتر شما باز خوب تبابت کنی ها خیلی خوش شما برو برای من معرفی بکنم یکی از یکی محتر ماشالله بیا میخوام بیا بی 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 اول من خودم میرم خدمتتون احترامشون به ما واجبه خب شما اینجا سر هم چی کردم من قشنگ آره ما برایش باید باشد اینجا نشیب گریم با مایوانه تو مبارکی دلم میخواد اون عرض خصوصی رو خدمتم بگونم عرض کردم که دوتا عرض خصوصی دوتا خلم داشته میخواستم خیلی خوب باز وقت گیر بردی میبریم اون اتاق بگو عرض خصوصی رو همینجا بگوی اونجا باشه بریم سلام خانم خیلی خوش اومدین چه کار خوبی کردین تشریف آوردین چه خوشگلی شدین طرف خیلی خوش شد هنگامه محبت های شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنه عروس که دوماد قبول داره قبول داره و منتشم داره مگه پسرم میتونه رو حرف من حرف بزنه عروسم خودت باید خانم بگیرم به بسر شما نه خانم بگیرم با اجازه شما مادر بخش دو کلم عرض محرمانه بود هرگز منو نمیبخشه چون من بهش دروغ گفتم نه نگو تو رو خدا پسرم اونقدر هم کینه ای نیست یا خانده داشت ببین کی اومده این خوشگل محلمون هنگام خانم ایوا چرا اخم کردی؟ برو بابا وا چه بد اخلاقه الان میرم حسابش رو نه خانم خوب نیست شما به مهموناتون برسید این حقیقت باید بین خودمون حل بشه سلام کی گفت بیا اینجا؟ بذار من باید حرف بزنم من حرفی ندارم با کسی بزنم تو هر بلایی خواستی سر من آوردی دیگه چی میخوای؟ اون شب تو جشن خیریه چه نقشه‌ای داشتی؟ تو گفتی اونا من خون آدم رو دعوت کردن میخواستی چیکار کنی؟ میخواستی جلوی مردم خودتو به رخ من بکشی؟ نه باور کن من میخواستم تو حقیقت رو بفهمی همین کدوم حقیقت؟ داد و قال نکن ممدلی خان ما خودمون حقیقت رو فهمیدیم وقتی تو رفتی ما از همه چیز آگاه شدیم پسرم اون تو رو دوست داره این دختر لایق به همه جا برسه حتی عروس من بشه نه مادر اون شما رو گول زده ممدلی خان شما اشتباه میکنید من به مادر شما ثابت کردم که هنگام دختر پاک و نجیبیه اون لیاقت شما رو داره بیا امشب شب خوبیه عروسی خواهرته بگین بخندین هنگام عروس منه مگه نه پسرم دستشو بگیر مادر
به خدا عروس مقبولیه. مگه نه؟ هرچی بزرگترا بگن همون درست. خب حالا از کجا شروع بکنیم؟ از ناز و کرشمه؟ سلام خیلی متشکرم. ماشاءالله به این لحظ خوش آمدید. برادر داماد من وزیبی برادری من جمعه رو یکی پاسبان بذار چون ممکنه بعضی شام نخورده برن. تا من نگفتم کسی نمیره بیرون. بی خودی خودتو قایم نکن. دیدم تو اومدی تو این اتاق. میگیرمت اگه همه اساسی این اتاق آتیش بزنم. میگیرمت دیگه نمیذارم فرار کنی. آتیش بزنم عروسیرم به هم نریز. من تسلیم هر جا بخوای میام. اما یه شرطی داری. من اهل شرط و مرد نیستم. کسی که مال مردم رو ببره و به صغیر و کبیر رحم نکنه باید به بدترین بچه مجازات بشه. تو تمام ناحیه منو به هم ریختی. اگه یه دوز حسابی بودی دلم نمیسوخت. من میفهمم تو مرض داری دیوونه ای. حیوانی نکن یواشتر. من حیوان نیستم. من انسونم. دوز آفریده نشدم. سرنوشتم زندگی معاشرتم منو دوز بارا بردی. وقتی فهمیدم که دیگه اجتماع قبولم نداشت. اینا همش عذر و بهانه است. تو اگه میخواستی میتونستی واسه خودت و کس و کارت آدم باشی. همه اهل محل از دست دل دوزی های تو کلافن. از دیوار مردم میری بالا اون وقت تقصیرشو گردن اجتماع میذاری. بیافت جلو. این دفعه رو ندید بگیر. بی ندید. ایوا شماها اینجا این ما داریم دنبالتون میگردیم. آقای خانم ممدلی خان چرا هفتیر کشیده مثل که دوز گرفته. نه چیزی نیست. میخواست به من بگه چطوری دوز میگیرن. آره نمیفهمم شما چی میگی. با باز که شوخیت گرفته مادر. آقا رضا برادر دوماد. برادر دوما؟ بله. یعنی این آقا برادر؟ بله یعنی خواهری شما آبیجی شما زن برادر منه. بهتون تبریک میگم. برادر دومادشون هست. قبلا به هم معرفی شدیم. شما مهمونا رو ول کردین اومدین ببینیم ما چی میگیم. بیاریم ما چند کلمه با هم صحبت داریم. حتما حرفای خصوصی داریم. آره جونم خصوصیه. خیلی خوب بریم بذاری حرفاشو راحت بزنن. آره خاطر استن کن. خیلی چاکرم. من تو رو تعبیل میدم و این عروسی رو به هم میزنم. به هم میزنی؟ چی را؟ چرا؟ بعد یه عمر زحمت و با آبرو زندگی کردن حالا بیام با خانواده یه دوز وصلت کنم؟ تو کلانتری به من چی میگم؟ ولی برادر من دوزده نیست. اون امسال دکتره میشه. حساب تو و برادر جداست. خب پس چرا میخوای کانون خوشبختی اونو به هم بریزی؟ اونا جوونن. آرزو دارند. نظر اونا سرشکسته بشن. استغفر الله. پسر تو کلت مگه خاک اره ریختن. سرشکسته بشن یا نشن به من چه مربوطه؟ من وظیفم اینه که دزد رو بگیرم. حالا تو میگی ولم کن. خیلی خب خودم رو میگیرم. نزنیش که نمیدونه من اینجا دزدم. این اتفاق برای همه میفته. اما بالاخره نظام زندگی و شهر و محلم به همه چیزا بستگی داره. منم یه وظیفه‌ای دارم. خیلی خوب سرکار وظیفه تو انجام بده. من تسلیمم. فقط چند ساعت صبر کن تا این عروسی تموم بشه. اونا جوونن. هم برادر من هم خواهر تو. خواهش میکنم. التماس میکنم. به خاطر خودت و خواهرت خواهش میکنم. سماجت نکن. چرا؟ بسیار خوب. قربونی تو. پس قول بده که فرار نکنی. قولی میدم.
از پهلو منم جایی نمیریم. از پهلو جات نمیریم. دستت هم تو دست من باید باشه. باشه هرچی شما آه. بگین. آره باشه. حالا مثل فامیل بیا من بذار صورت ته ببوستم. نه خیلی خوب بذار بینم کسی نبینه. ببوس. حالا به علامت گمیخیشی تو هم مال منه ببوس. رو رو برام آره. بیار جلو بزن. یا لطوت باش دیگه. حالا با هم بریم تو زیافه. باشه بریم. لیتس گو. برو. سیف نگیر، سیف نگیر. با اجازه سرکار ممدلی خان میخوام آقا رضا به عنوان برادر داماد برقصه نیمشه. قربان تو برم با اجازه. بیا ببینیم رسا جان. هن ببین هن هری هن باری باری یعنی ممکنه دوزو پیدا بشی؟ بله، پیداش میکنم. چکرم برم با امید خدا دیگه رفتم. آره، لوله کوله ریش و باجی چیه؟ انگار دوز گرفته. خانم ها آقایون اگه تا این ساعت بهتون بد گذشته به خوبی خودتون میبخشید. شرمندم نکنین. خواهش میکنم. من از طرف خودم و برادر داماد به همه مهمونا خوش آمد میگم و به خاطر اینکه بدونین ما دو خانواده چقدر به هم علاقمند هستیم و با هم نزدیکیم این دستبند رو به دست هم میزنیم تا هیچکی نتونه ما رو از هم جدا بکنه. یعنی در واقع یه روحی در دو بدن. این روح سرگشته رو جان من نجات بده. دی پنل بگو بگو دی من مردم بگو. هنه مگه اینا میدونه که تو نه سرکار جون اون من آدم درستی میدونه. خواهر شما رو دوست داره میخواد با اون عروسی کنه. چی میگه کاسقا؟ قربان اگر اونی که من گفتم گفته باشد راست میگه. بالاخره گفتی. خب زودتر میگفتی مرد. خیلی خب باشه. بعد صحبت میکنیم. بعد میری لباس عروسی میخریم. بعدم عروسی میکنیم. قربان اول عروسی میکنیم بعد حرف میزنیم بعد میریم لباس میخریم. راحت تره بخوندم. آخه بابا مام دل داریم. مبارکتون باشی. Thank you.